سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، شما همراهان علی صافی هستم از کانال ونکوور فاینانشال نتورک. با تحلیل امروز طلا در خدمت شما هستم. امروز 9 می 2020 روز شنبه، بازارها تعطیل هست. خب بریم ببینیم روی چارت که قیمت طلا به چه ترتیبی حرکت کرده در هفته گذشته. خب نمودار طلا، نمودار روزانش رو ملاحظه میکنید. خیلی حرکت طلا کاملا طبق همون تحلیلی که هفته گذشته داشتیم خیلی قشنگ حرکت کرد. توی هنوز این فرم ایپکس فلگ داره نوسان میکنه. خب کسی که اینجا واقعا میرسه دیگه خیلی بدیهیه با این نحوه فلگ پوزیشن لانگ گرفتن اشتباه هستش، و حالا همچنین وقتی که ما به اینجا نزدیک میشیم طبیعتا پوزیشن شورت گرفتن اشتباه هستش و باید توی این ایپکس فلگ نوسان کرد. خیلی مواقع این فلگ ها فیل میشن، یعنی این نوع فلگ یک نوع کلاسیکی هستش که خیلی ها ازش به عنوان یک پترن بولیش یاد میکنن، میگن که این بالا رفته نوسان کانسالیدیت کرده. و اینجا ببینید این حرکت رو، این حرکت برای کسایی هستش که منتظر بودن این به بالا صعود بکنه، ولی میبینید چقدر قشنگ به پایین نزول کرد، تمام استاپ لاس های اینجا رو زد و حرکت خودش رو ادامه داد. پس ما اصلا نباید انتظار داشته باشیم که این هم این اتفاق اینجا نیفته. ببینید اصلا طلا خیلی این کار رو انجام میده. ببینید این حرکت رو انجام داده به سمت بالا، کانسولیدیت کرده، پایین اومده تا اونجا که ممکن بوده استاپ لاس ها رو زده و بعد دوباره برگشته سر جای خودش. و این نحوه ترید کردن بر اساس بول فلگ، حالا خیلی ها اصطلاحا بهش میگن، من زیاد نمیپسندم، به خاطر اینکه شما اگر هیستوری قیمت رو مشاهده بکنید حداقل توی طلا ما همچین چیزی رو نمیبینیم، حداقل توی تایم روزانه، شاید مثلا توی تایم های دیگه. حالا من نمیگم الان این اتفاق دوباره هم میفته، ممکنه که نه اتفاق این بار بره بالا، ولی میخوام بگم استناد کردن به این پترن کلاسیک نمیتونه لزوما سازگار باشه. قیمت ببینید خیلی قشنگ و بعد خود روی مووینگ اوریج 20 رو ریجکت کرد به بالا. البته ما حالا بریم توی تایم پایین تر مثل تایم 4 ساعته سبدید روی نمودار، خیلی بهتر نشون میده خودش رو که اصلا چرا قیمت تو این قسمت نوسان کرد و به بالا برگشت، به خاطر این کانسولیدیشن این قسمت. این قسمت نویز، بیشتر نقش حمایتی که نداره. احتمال خیلی زیاد من میدم که طلا مجددا اگر بریم روی 2 ساعته، این منطقه هستش که من برای طلا در نظر دارم، یعنی توی فکر میکنم روزی یک شنبه که بازار باز میشه عصری به وقت PST این طلا اینجاها رو ببینه. اگر اینجاها رو ببینه میشه برای خرید فکر کرد، چرا که ما اگر مثلا بریم توی ارزم به خدمتون توی نمودار بخوایم روی تایم 2 ساعته ببینیم، ما میتونیم از اینجا به اینجا یه ترند لاین نصب بکنیم و به بالا بره و تقریبا برخورد میکنه به این قسمت. بس من احساسم این هستش که با توجه به حرکت طلا و نوع بولیش بودنش ما هنوز جا داریم که این وارد فروش بیشتری بشه. هنوز اندیکاتورها اونقدر به قول معروف اوورسولد نشدن که ما بگیم حرکت فروش طلا تموم شده. پس میشه انتظار داشت که طلا کمی نوسان بکنه تو این بازه و حتی ممکنه این قسمت رو هم فیل بکنه و بیاد پایین، یعنی تا 16-80، که اگر ما بریم توی دوباره تایم روزانه، بله توی تایم روزانه ببینید اینجا رو من اصلا تک کردم از قبل، یک بار نفوذ کرد، پیرس کرد، برگشت و اگر این بار هم مجدد برگرده 16.63 تا 16.44 میشه همگام با 50 moving average 50 و این منطقه حتی میشه فیبو 33% توی منطقه که اصلا چیز بعیدی نیست. یعنی این اگر این اتفاق بیفته واقعا میشه به پوزیشن لانگ توی اینجا فکر کرد. خب بعد ببینیم حرکت طلا چی میشه. سعی کنید حتما با تایم بالاتر چک بکنید، هیچ موقع با یک تایم وارد مارکت نشین، حتما با چند تا تایم چک بکنید اون وقت پوزیشن بگیرید. امیدوارم خوب و خوش باشید فعلا، تا تحلیل بعدی خدا نگهدار.